یک پژوهش جدید حکایت از آن دارد که مجموع احکام صادر شده برای مسلمانان اویغور 4,400,000 سال می باشد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پژوهش جدیدی از دانشگاه ییل تلاش می کند تا هزینه های سرسام‌آور سرکوب گسترده ی حزب کمونیست چین علیه اویغورها و دیگر اقلیت های ترک در سینکیانگ را مشخص کند. طبق این گزارش، از آنجایی که پکن عنوان برنامه بازداشت های خودسرانه دست جمعی را به مبنایی به ظاهر قانونی اما در حقیقت غیر واقعی برای زندانی کردن مسلمانان اویغور تغییر داده، طی این هفته مشخص شد که دادگاه های چین ساکنان سینکیانگ را مجموعاً به 4,400,000 سال زندان محکوم کردند. در این گزارش که در مرکز مطالعات نسل کشی مکمیلان در دانشگاه ییل تهیه شده آمده است، این نوع از سرکوب که به ظاهر قانونی شده عمیقا نگران کننده است و شدت خشونت آن کمتر از نوع قبلی نمی باشد، بلکه گسترده تر و غیر انسانی تر نیز شده است. در واقع رویکرد جدید چین در مجازات اویغورها را باید مضرتر دانست، چرا که حجاب مشروعیت قانونی بر آن پوشانیده شده و به همین علت امکان نظارت بین‌المللی بر آن وجود نداشته و نقض حقوق بشر را قانونی جلوه می‌دهد. برنامه ضد اویغور در اواخر دهه 2010 مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و در سال 2021 توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان نسل کشی معرفی شد. از آن زمان بررسی‌های بین‌المللی با تأخیر مواجه شده، زیرا پکن به دنبال اصلاح دیدگاه‌های بین‌المللی نسبت به حاکمیت خود بر سینکیانگ است. تخریب مساجد یا تبدیل کاربری آنها در راستای چینی سازی اسلام و سایر تلاش‌ها برای تبدیل شهرهای مسلمان نشین به مقاصد گردشگری از جمله تلاش‌های پکن در این راستا بوده است. دادگاه‌های پایگاه داده قربانیان سینکیانگ در مورد بیش از 62,000 قربانی خاص با استفاده از منابع متعدد از جمله اسناد لو رفته از پلیس چین که در اختیار مراکز حقوق بشری قرار گرفته حکایت از آن دارد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته مجموع احکام صادره زندان برای مسلمانان اویغور 4,400,000 سال است. این گزارش میگوید مجموعه داده‌های به دست آمده از قربانیان سینکیانگ تنها کسری از اندازه واقعی رفتار با زندانیان را منعکس می‌کند و اعداد واقعی بسیار بیشتر است، در حالی که مقام‌های چینی برای مسلمانان اویغور به صورت غیر واقعی سوابق جنایی ایجاد می‌کنند، در صورتی که تقریباً 90% از این موارد در سینکیانگ با واقعیت مطابقت ندارد. سایر جنبه‌های به دست آمده از جنایات چین علیه اویغورها حکایت از تلاش پکن برای از بین بردن یک قوم را نشان می‌دهد. در پایان این گزارش آمده است جمعیت اویغور همچنان از حفظ جوامع خود منع می‌شود. این موضوع زمان مدیدی است که باعث ناتوانی کامل این قومیت شده و پیامد آسیب‌های آن غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر است. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی، از مشهد پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای جمشیدی خراسانی، سلام و عرض ادب. سلام علیکم، بنده هم عرض ارادت و سلام دارم خدمت هم حضرت عالی و هم بیننده های محترم شما.
زنده باشید. به نظر شما چه راهکارهای بین المللی و داخلی برای آشکارتر شدن جنایات چین در قبال مسلمانان اویغور و اجبار دولت چین به رعایت حقوق بشر وجود داره؟ بفرمایید. بله، جناب بفرمایید، مسئله اویغورها یا کلا مسئله استان سینکیانگ مسئله امروزه نیست، یعنی از دیرباز چین با اویغورها مشکل داشته و خب مسئله اساسش اینه که سینکیانگ یکی از استانهای خیلی مهم چین و تقریبا میشه گفت که یکی از استانهای مهم اقتصادی برای چینه و با توجه به حضور 11 میلیون مسلمان اویغور در اونجا خب یک مقدار آقای خراسانی صدای منو دریافت میکنید؟ بازه صداتون قطع و وصل میشه آقای خراسانی. بله صدا ما دارید؟ بله الان واضحه، بفرمایید. خواهش میکنم. حالا میخوام بگم من عرض میکردم که مشکل اویغورها مشکل قدیمی هست و خب چین هم تا جایی که بتونه و تونسته اهرم‌های فشار رو علیه اویغورها خیلی زیاد کرده. یعنی شما اینطوری حساب بکنید خبرایی که به درز میکنه، چون ما کانال خبری که نداریم از اویغورها که به ما برسه روال عادیه، خبرایی که از اونجا درز میکنه خانم ها رو تجاوز میکنن، نیروهای نظامیشون، نیروهای ارتششون، حتی مثلا تهاجم گروهی یعنی ارتباطات گروهی با اونها دارن و قطع نسل میکنن، یعنی یک بخش هایی رو بردن که دیگه به قول معروف دیگه نتونن بچه بیارند و این نسل کلا از بین بره. یعنی سیاست دولت چین برای اینه که این مجموعه از بین بره، یعنی این سیاست چین هست. حالا به انواع گوناگون بچه هاشون رو ببرن جای دیگه آموزش بدن، آموزش زبان چینی به اینها بدن، اویغور کلا در پی از بین بردن نسل، اگه نسل رو نتونن از بین ببرن لاقل فرهنگ و مجموعه از بین ببرن. حالا شما از اتوالی فرمودید که چه راه حل‌هایی، اینات بفرمایید. اولی نشینه که ما بتونیم اطلاعات خوب و درستی از اون مجموعه به دست بیاریم. اطلاعاتی که ماها داریم الان اطلاعات عمدتاً غربی است، اطلاعات غربی هم بی‌طرفانه نیست. حالا حداقل میدونیم که درگوریشه‌های در واقعیت داره ولی خب خیلی بی‌طرفانه نیست، اون هم چون به دنبال تامین منافع خودشون هستن از ناحیه چین، به دنبال جنگ سرد هستن با چین. خب اطلاعات خیلی اطلاعات درست حسابی به دست ما نمیرسه ولی همه اونقدر که میرسه میدونیم که اونها در جهت نابودی این قوم دارن تلاش میکنن، یعنی چینی ها منظورم است. حالا یکی از کار اینه که ما اطلاعاتی که از اون طرف داریم این اطلاعات رو حداقل در اختیار مردم بگذاریم، یک و دو دیگران که اگر بتونیم ارتباط پیدا بکنیم با خود همین اویغورها عرض بگذارن بین خودشون و جدایی طلب ها، چون یک مرتبه زندگی خود 11 میلیون مردمی هست که در اونجا زندگی میکنن و یک مرتبه افرادی هستن که بعنوان تشکل های سیاسی یا نیروهایی که سازماندهی میشن و بعنوان نیروهای افراطی، نیروهایی که حتی در کشورهای آسیای میانه دست به اقداماتی زدن شبیه مثلا طالبان یا شبیه داعش و کار اینچنینی و بعضی از اونها حضور پیدا کردن در این مراکز، یعنی یک ذهنیت اینچنینی رو ایجاد کردن حتی برای مسلمان های چین. بله ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی که از شهر مشهد با ما همراه بودند.